اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و عید دوله و مستطعت من قوه. امیدوارم که همه قوی باشین، یعنی جامعه اسلامی ما و شما انشالله که قوی باشن از نظر فیزیکی، از نظر روحی و روانی، از نظر علم و دانش. خب همه رو وقت جمع بکنیم، وقتی که ما یک بدن سالم نداشته باشین با مشکل برمیخوریم از اول تا آخر. و ما یک شعار داریم، میگیم که ورزش یعنی حرکت، حرکت یعنی زندگی. تا زمانی که ما حرکت کنیم زنده ایم، وقتی که حرکت نداشته باشیم مردیم. قبل از اینکه برنامه شروع بکنیم امروز هم با هم تکبیر، الله اکبر، رقص پا یا دویش در جا برای کسایی که در خانه تمرین میکنیم بهترین حرکت. بعضی از حرکات که ما انجام نمیدیم به خاطر از اینکه دوستا میشه از ما داخل از ما تقلید میکنن در داخل خانه، بعضی ممکنه که اون جایی که به اندازه که نیازه فضای وجود نداشته باشه. حرکات دویش در جا راحت ترین چیزه، یعنی به خاطر گرم کردن حرکات که در جا ما دویش میکنیم، به شرطی از اینکه از پهلو ما انجام میدم دست از اینجا حرکت کنه، پا حرکت کنه، پا تا نوک زانو بیایه. ماشاءالله امروز هم با شما چند تا حرکت کار میکنیم. البته باز تکرار میکنم که حرکات رو ممکنه که شما از اساتید مختلف، از طریق تلویزیون، از مربیای مختلف، کسایی که آموزش میدن حرکات ببینیم. فقط ما همزمان با شما هم تمرین میکنیم هم حرکات خود آموزش میدیم. راحت به روی زمین می ببینیم که چه کار میشه. مرحله اول، پایی که به جلو کاملا قسمت بیرون ساق پا به زمین میچسبه، پایی که با پشت کاملا قسمت داخلی ران از پهلو من نشون میدم به زمین میچسبه. با هر حرکت بریم، با هر شماره حرکت سمت پایی که با پشته، یک، دو، سه، چهار، پنج. اگر درست انجام بدیم احساس کشیدگی به قسمت های، یعنی تاندوم های قسمت زانو احساس میکنیم. او عزیزایی که مشکل زانو هم دارند میتونن که از این حرکت استفاده کنند. البته کسایی که پا زانو پرانتزی دارند، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده، آروم نگاه میداریم، یک، دو، سه، چهار، پنج، راحت، دو، یک، دو. هم بدن رو به سمت بیرون میکشیم هم به سمت پایین، پنج، سه، یک، دو، سه، چهار، پنج. پای بعدی، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. میکشیم نگاه میداریم، آزاد، راحت کشیده بدن، یک، دو، سه، چهار، پنج، راحت، سه، یک، دو، سه، چهار، پنج، راحت، یک، دو، سه، چهار، پنج. حالا حرکت پا راست به سمت جلو، پا چپ. وقتی میشینیم فاصله بین پا را اگر زیاد بکنیم راحت تر میشینیم از اینکه پا جمع باشه. پا پشت کاملا قسمت داخلی ساق پا به زمینه. بیشتر انجام میدن نوک انگشتا و سمت بالا باید باشه، یک، دو، سه، چهار، یک، دو، سه، چهار.
توری پا را زمین میکشیم بالا. یک، دو، سه، چهار، پنج. یک، دو، سه، چهار، پنج. یک، دو، سه، چهار. بعضی از دوستا حرکت تستیز از این قسمت انجام میدن، درست فشار وارد میکنه، ولی اگر با هر شماره بریم پایین پس بیایم بالا، یعنی در حقیقت ما هم با پا پشت فشار وارد کردیم هم با پای جلو. یک، راحت میشینیم. دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. باز زانو فشار میدیم، سر پار میکشیم بالا. یک، دو، سه، چهار، پنج. راحت. با هر شماری که راحت میشه بدن باید کاملا پس برگردیم حالت عادی. دو، یک، دو، سه، چهار، پنج. راحت. سه، یک، دو، سه، چهار، پنج. و عزیزایی که نیاز داریم به حرکات اصلاحی، بله حرکات باید زیاد انجام بدیم، مشکل نداره، ولی باید درست انجام بدیم تا او فایده که به قسمت که شما نیاز داریم باید احساس بکنین. با چند جلسه تمرین باید واقعا احساس راحتی بکنیم از اون مشکلی که داریم. لذا مهم به اینیه که شما تعداد رو ببریم بالا و حرکت رو ناقص انجام بدیم که هیچ فایده نبریم. تکرار حالت بعدینه. مهم اینه که شما حرکت رو درست انجام بدیم. هر حرکت که اگر درست بود آروم آروم تعداد از رو زیاد کنیم، یعنی میتونیم به هفتر برسونیم به 10 تا به 15 حرکت. وارد میکنیم. مراحل اول با شماره میریم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو. سرجا، یک، احساس میکنیم که رگایی که قسمت زیر زانو شما بوده مایه کنده شه. در صورتی که حرکت ما هر روز کار میکنیم، این حرکت حتی سر خود که سالهای سال تمرین میکنم، باز هم وقتی حرکات رو درست انجام میدم و فشار وارد میکنم بیشتر از اون اندازه، احساس میکنم که رگا شاید پاره شه. بالا، عزیزایی که مشکل زانو داریم باید به این سیستم انجام بدیم، یعنی که وقتی ما حرکت رو کش میکنیم یا حرکت کشیر سر عضلات فشار وارد میکنیم، در حقیقت اکسیژن و خون رو به قسمت به جریان مندازیم ما و شما. پای بعدی، یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نو، ده. ما تکرار میکنم، بازم گپا خور مجبورم. بعضی از دوستا از طریق تلویزیون یا از طریق فیلم ها از کدام جای دیدن حرکت ناقص متوجه شدن. وقتی اگر حرکت میبینیم که یک متخصص یا یک ورزشکار درست انجام میده، تمام قسمت بدن از چندین بار تکرار ببینیم، قسمت های بدن مختلف بدن از ببینیم که به چی حالت قرار میگیره، بعد حرکت شما انجام بدین، انشالله که نتیجه مثبت. اگر نه، از هر طریقی که شما از دور دیدیم یا یکی دیدیم یک کس تا پارگ حرکتی انجام میده و بیرون حرکت انجام میدن یا در داخل فیلم ها یا در داخل آموزش ها،
یک قسمت متوجه شیم قسمت دیگر متوجه نشیم، این باعث میشه که یک قسمت شما شاید رشد بکنه، مشکل شما حل بشه، ولی به یک قسمت دیگه باز ضعف ایجاد میکنه. حال کشیده، یک دو سه چهار پنج، راحت دو، یک دو سه چهار پنج، راحت سه، یک دو سه چهار پنج. و قسمت زانوها کاملا احساس کشیدگی صورت میگیره. یک حرکت ببینیم از یک استایلی که ما پا رو به پشت میبریم، یک پا به جلو، ببینیم چندین حرکت مفید رو ما میتونیم انجام بدیم. باز هم حرکت دیگه از همو استایل بدن، یعنی همو سیستم بدن که شیشته ما و شما. حالا به این مرحله دست پا راست وقتی جلو میشه، دست راست میره به عقب قسمت سر زانو یا قسمت رانر میگیریم یا پاله، میره فرق نمیکنه. دست بعدی از بالا سر ببینید، از پشت گردن، از اینجینه، از اینجا یک حرکت دیگه میشه. حالا به این حرکت خود ما نیاز داریم که هرچی بگردن سر به جلو میشه. او عزیزایی که باز هم از قسمت کتف مشکل داریم، شانه شما افتاده، احساس رنج میبریم، سر شما پایین شده، قسمت گردن مشکل ایجاد شده، یکی از دوستان مولوی صاحب روز از ما پرسان کرد، گفت ما از ما قسمت گردن و مشکل داره. یک قسم ریلای از کوتاهی که قرآن شریف بالا میگذارن یا سرخور خم میکنن. خواندن قرآن به مهمه که چی قسم باید بخونیم، یا ای که بالاتر باشه یا پایین باشه، حتما نباید اون ریل کوتاه باشه. خیلی راحت میتونیم یک چیزی با یک برنامه دیگه هم گفتم بالشت بگذاریم، یک میزی بگذاریم بالاتر باشه، حالتی که راحت بتونیم از مطالعه کنیم چی کتاب چی قرآن شریف، هر چیزی که مطالعه میکنیم، یعنی نیاز به مطالعه وقت داریم. پس بو عزیزا این حرکت توصیه میکنیم که زیاد انجام بدن، انشالله بدن رو وقتی میاریم پیش ببینیم کاملا سینه جلو میه، قسمت کتف میره سر جاخ. با شماره دو سه چهار پنج شش هفت هشت نو ده پنج شش هفت هشت نو ده. بریم پایین، یک دو سه چهار پنج، سرجا، یک دو سه چهار پنج، دو سه، یک دو سه چهار پنج. عزیزای بیننده، از یک حرکت، یعنی از یک حالت نشست، دیدین شما که حرکات مختلف انجام شد و به قسمت های مختلف بدن فشار وارد شد و اینا هر کدوم از خود تأثیرات مثبت داره. باز تکرار میکنم، ما هم هنوز شاگردیم، هنوز چیزهای رو یاد میگیریم، یاد میدین. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگن خوشا به حال کسی که هم آموزش میبینه و هم آموزش میده. یعنی ما باید هم معلم باشیم هم متعلم، چیزهای رو از بزرگا یاد بگیریم و باز رو به کسایی که نیاز دارن آموزش بدیم. او چیزی که یاد میگیریم چی از طریق مطالعه باشه، چی از طریق تجربه باشه، چی از نشستن با بزرگا باشه. پس هر چیزی که یاد بگیریم وظیفه داریم که به دیگران آموزش بدیم به شکل درست از او. و هر کس که اگر لیاقت و شایستگی یک پست، یک مقام، یک موقعیت رو نداره، خیلی راحت باید واگذار کنه. بخصوص امروز ما در بحث روحی و روانی، در بحث ورزش، ما خیلی کسا هستن بزرگوارا و اساتیدی هستن که قابل احترام و دستن و قابل بوسیدنه، ولی بعضی از کسا چهار روز دنبال ما دویدن، مثل خود میبری که دنبال یکی دویدم، یا ای که چیزهای دیدن میان آموزش میدن، غافل از ای که یک ضربه جبران ناپذیری به پیکر از جامعه سالم وارد میکنن از طریق ورزش، که باز او انشالله که خدا نکنه که او چیز اتفاق بفته که باز جبران از برای ما و شما مشکل. وقتی یک نفر عضله پای پاره شد یا بدن مشکل پیدا کرد، او وقت باز اصلاح کردن از او مشکله. پس بهتره عزیزایی که شما میریم در هر گوشه و کنار، در داخل کلپا و رنگ و روغن کلپا ما آمدیم، امروز در کلپ مرکزی رشته خوب باتراندود که توسط استاد عبدالعظیم فیضی اداره میشه، به ما فرصت دادن که حرکات خود امروز اینجا ما ثبت بکنیم، از اونا تشکری میکنیم. پس کلپای مختلف زیاده، بهترین راه اینه که مطالعه بکنیم،
یایی که از طریق فیدراسیون ها یا از طریق مطالعه خود شما میکنیم اساتیدی پیدا بکنیم که با اونا هم کار بشیم، یا اساتید بزرگوار داریم و که سالهای سال در بیرون از کلاپا در فضای آزاد چی در تخت سفر چی در پارک تمرین میدن، که سایر پیدا بکنیم که سوال جواب بکنیم از اونا، ببینیم که اون مشکل شما رو میتونن حل بکنن، زیر دست از اونا تمرین بکنیم. موفق و پیروز باشیم، ناگزیریم خود شما خدافیزی بکنیم. و قبل از او صلوات همه با هم، اللهم صل علی محمد و آل و اصحاب محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.